بینندگان شبکه جهانی کانال یک درود و وقت بخیر. امروز یکشنبه 8 بهمن ماه به این بخش خبری همراه با من مونا پژان خوش آمدید. ابتدا مهمترین عناوین. سپاه پاسداران مدعی توقیف یک شناور خارجی و بازداشت 14 خدمه آن شد. یک روز پس از هشدار ترورکای اروپایی، جمهوری اسلامی از پرتاب یک ماهواره و دو ریز ماهواره خبر داد. حمله مسلحانه به یک کلیسا در استانبول یک کشته برجا گذاشت. همچنین در ادامه این بخش خبری، پرواز پوند و یورو در آسمان تورم. امروز یکشنبه 8 بهمن ماه 1402 در سراسر ایران شاهد اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان و همچنین مردم در شهرهای مختلف بودیم. همکارم سارا گزارش می‌دهد. در استان خوزستان شهر آقاجاری در ادامه تجمعات پیشین شاهد تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز در برابر ساختمان اداری این شرکت و درخواست حق و حقوق قانونی خود، همچنین اعتراض به مدیریت فاسد و ناکارآمد، سقف حقوق، پرداخت نشدن حق سنوات بازنشستگی، اجرا نشدن ماده 10 قانون اختیارات وزارت نفت و پایمال شدن حقوق خود مورد اعتراض همایشگران است. و اما بازنشستگان شرکت نایر پارس مقابل مپنا، مقابل دفتر مرکزی شرکت مپنا دست به تجمع اعتراضی زدند. شرکت نایر پارس که شرکتی دولتی و تحت پوشش سازمان گسترش بود، در راستای سیاست‌های خصوصی سازی به شرکت مپنا فروخته شد که طبق قانون باید 5% از سهام شرکت به کارگران شرکت تعلق می‌گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه 8 بهمن مدعی توقیف یک شناور خارجی با پرچم یک کشور از اقیانوسیه شد که حامل 2 میلیون لیتر گازوئیل قاچاقی است. به گفته فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، این شناور در 60 مایلی ساحل بندر بوشهر در خلیج فارس متوقف شد و تمامی 14 خدمه خارجی آن که از 2 کشور آسیایی هستند دستگیر شدند. این فرمانده سپاه پاسداران افزود محموله شناور مزبور با حکم قانون در حال تحویل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان بوشهر است. نیروی دریایی سپاه پاسداران اواسط آذر ماه نیز اعلام کرده بود 2 فروند کشتی را به اتهام حمل سوخت قاچاق به حجم تقریبی 4.5 میلیون لیتر در جنوب جزیره ابو موسی در خلیج فارس توقیف کرده است. یک روز پس از آنکه 3 قدرت اروپایی عضو برجام با انتشار بیانیه مشترک پرتاب ماهواره ثریا با استفاده از ماهواره برای قائم صدر را محکوم کردند، رسانه‌های ایران از پرتاب 3 ماهواره جدید خبر دادند. روز گذشته بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که ماهواره بر قائم صدر از فناوری ضروری برای توسعه سامانه موشکی دوربرد بالستیک بهره می‌گیرد که نشان دهنده نادیده گرفتن محدودیت‌های وضع شده توسط سازمان ملل متحد توسط ایران است. بریتانیا، آلمان و فرانسه در پایان بیانیه مشترک خود تصریح کرده بودند که همچنان متحد به برداشتن همه گام‌های دیپلماتیک به منظور جلوگیری از توسعه جنگ افسارهای هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن حکومت ایران برای تمامی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آن در منطقه و جهان هستند. نگرانی از توسعه برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و خطر بالقوه ناشی از آن برای کشورهای منطقه و جهان، ایالات متحده را بر آن داشته که دست به اقدامات پیشگیرانه علیه این برنامه‌ها بزند. هرچند جمهوری اسلامی مدعی است که قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد و برنامه هسته‌ای خود را نیز صلح‌آمیز توصیف می‌کند، اما ترویکای اروپایی معتقد است که برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و این موشک‌ها قادر به حمله جنگ افزارهای هسته‌ای تهدیدی مهم برای امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.
در ادامه این بخش خبری همراه ما باشید. دو مهاجم روز یکشنبه با حمله مسلحانه به یک کلیسای ایتالیایی در استانبول که در آن مراسم مذهبی جریان داشت، یک نفر را کشتند. وزیر کشور ترکیه خبر داد که این حمله حوالی ساعت 11:40 دقیقه به وقت محلی در کلیسای سانتا ماریا در منطقه ساریر استانبول توسط دو مرد نقابدار انجام شده است. او در مورد هویت فرد کشته شده نیز تنها به مخفف نام او اشاره کرده و او را سی تی معرفی کرد. رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این حمله افراد دیگر نیز زخمی شدند، اما مقامات هنوز آن را تایید نکردند. هویت عوامل و انگیزه آنان از این حمله نیز هنوز مشخص نیست. سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه گفت که مهاجمان در حین برگزاری مراسم عشای ربانی یک شهروند را هدف قرار دادند و افسود که نیروهای امنیتی ما در حال انجام تحقیقات گسترده در مورد این موضوع هستند. کسانی که صلح و امنیت شهروندان ما را تهدید می‌کنند هرگز به اهداف خود نخواهند رسید. در دسامبر سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه 32 مظنون را به اتهام ارتباط با گروه داعش که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها و کنیسه‌ها و همچنین سفارت عراق در ترکیه بودند بازداشت کردند. افراد گروه تروریستی داعش پیش از اینکه یک رشته حملات را در خاک ترکیه انجام دادند که از جمله علیه یک باشگاه شبانه در استانبول در سال 2017 بود و منجر به کشته شدن 39 نفر شد. افراد گروه تروریستی داعش پیش از این یک رشته حملات را در خاک ترکیه انجام دادند که از جمله علیه یک باشگاه شبانه در استانبول در سال 2017 بود و منجر به کشته شدن 39 نفر شد. جنیک سینر مرد شماره 4 رنکینگ جهانی تنیس در فینال مسابقات گراند اسلام استرالیا با ثبت بازگشت تاریخی و در پایان این بخش خبری میپردازیم به بازارهای ارز و طلا در ایران. همکارم گزارش میدهد. به گزارش دنیای اقتصاد 4 روز پیش دلار در بازار آزاد مانند 5 روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که 5 روز پیش تا 54800 تومان رسیده بود، امروز یکشنبه 8 بهمن 1402 برابر با 28 ژانویه 2024 با رشد 0.76% به 54900 تومان رسید. یورو هم در بازار آزاد که 5 روز پیش تا 59301 تومان رسیده بود، امروز یکشنبه 8 بهمن 1402 برابر با 28 ژانویه 2024 با رشد 0.81% به 59791 تومان رسید. شبکه اطلاع رسانی طلا و سکه و ارز اما ارقام را بالاتر اعلام کرد و نوشت که در معاملات امروز یکشنبه 8 بهمن قیمت دلار در بازار آزاد 56400 تومان و یورو 61300 تومان بوده است. هم اکنون قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار آزاد تهران 2,802,700 تومان رسید و قیمت هر اونس طلا نیز 2000 دلار و 18 سنت معامله شد. امروز نیز قیمت هر بیت کوین 42386 دلار گزارش می شود. با سپاس از شما که بیننده این بخش خبری بودید. گزارش های خودتون رو می توانید از طریق تلگرام با آیدی @کانالوان برای ما ارسال کنید. همچنین از طریق پلتفرم های اجتماعی در اینستاگرام و یوتیوب چنل وان تیوی همزمان می توانید برنامه های ما رو مشاهده کنید. تا بخش بعدی بدرود.